به 60 دقیقه خوش آمدید. سر خط خبرها. روحانی میگوید دو نرخی شدن بنزین در آینده اشکالی ندارد. بنزین چگونه قیمت گذاری شود تا هم خودروها حرکت کنند و هم چرخ اقتصاد ایران. در ادامه برنامه، ترزا می رأی‌گیری در مجلس درباره توافق برگزیت را عقب انداخت. نخست وزیر بریتانیا به دنبال تضمین‌های بیشتر از اتحادیه اروپا. عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در بریتانیا. اینجا در پارلمان رهبر اپوزیسیون میگوید ترزا می باید برود. یک ماه اعتراض کارکنان شرکت فولاد اهواز، کارگران کفن پوش مقابل دفتر نماینده رهبر ایران تجمع کردند. بعد در گذشت احمد رضا دالبند، مردی که گرافیک مطبوعات ایران را متحول کرد. شبتون بخیر، نگین شیراغایی هستم. سلام، من رنا رحیم‌پور هستم. باز هم قیمت سوخت در ایران خبرساز شده. آیا باید دولتی که بر گنجینه نفت ایران نشسته بخشی از درآمدش را به سفره مردم ببرد تا عدالت وعده داده شده اجرا شود، یا باید به بازار اجازه داد که خودش قیمت را تعریف کند؟ حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید راه حلش برای مشکلات کنونی دونرخی کردن بنزین است. اما دونرخی کردن یعنی همچنان سوبسید دادن. در شرایط کنونی ایران چنین سوبسیدی آیا کمک میکند؟ اگر قرار باشد که نرخ بنزین آزاد شود، تکلیف کارگران و قشر بزرگی از مردم که در حوالی خط فقر زندگی میکنند چه میشود؟ در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارش از شیدا هوشمندی. در آستانه تصویب بودجه سال جدید، قیمت سوخت باز هم محل بحث شده. چه اشکال داره که ما سوخت رو دونرخه کنیم برای کسی که درست رانندگی میکنه، برای کسی که احتیاط نمیکنه؟ حالا تو کشور ما سوخت نرخ ثابت داره همیشه. تو دنیا که اینجوری نیست. تو دنیا روز تعطیل سوخت یه نرخ داره، روز کار یه نرخ داره، موقع شلوغی یه نرخ داره. نرخ ها روز به روز ساعتی، شما باید نگاه کنی به پمپ بنزین میرسی که الان بنزین چنده. این نیست که دیروز زدی چند بوده. موضع رئیس جمهوری مبهم است. معلوم نیست هدف دونرخی کردن سوخت مثل بازار ارز است یا شناور کردن قیمت. اما به نظر می رسد سیاست سهمیه بندی بنزین و توزیع کارت سوخت در ماه‌های آینده در دستور کار دولت باشد. معنی آن حفظ دستوری قیمت سوخت و جلوگیری از واقعی شدن آن متناسب با رشد تورم سالانه است. آثار و تبعات آن مشخص: مصرف بالا، قاچاق و ایجاد راند. همزمان مردم مدت هاست به دریافت یارانه و مصرف سوخت ارزان عادت کردند. یارانه‌ای که هزینه‌اش از جیب خود مردم بیرون می‌رود، چون نتیجه آن تورم است. روزانه رقمی به بزرگی 400 میلیارد تومان یارانه بنزین توزیع می‌شود. از این رقم بالاترین دهک درآمدی 100 میلیارد تومان سهم می‌گیرند و قاچاقچیان 80 میلیارد تومان. سهم پایین‌ترین دهک درآمدی از یارانه اما بسیار کمتر از دو گروه دیگر و حدود 10 میلیارد تومان است. این موضوع رو باید روش انگشت گذاشت که در حالی که یارانه بنزین در ایران حدود 400 میلیارد تومان هست، برای هزینه عمرانی فقط و فقط 140 میلیارد تومان در روز اختصاص پیدا کرده، یعنی چیزی حدود یک سوم. انتظار عمومی برای ارزانی سوخت مختص ایران نیست. این اعتراض سراسری جلیق زردها در فرانسه است. اعتراض ابتدا به سیاست افزایش قیمت سوخت بود و بعد به دیگر سیاست‌های دولت هم کشید. در ایران هم حساسیت عمومی نسبت به قیمت سوخت بالاست و دولت‌ها از آن آگاه. قیمت بنزین در ایران یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان است. حدود 29 سنت در لیتر. یعنی حدود 1/4 متوسط جهانی. در میان کشورهای نفت‌خیز تنها ونزوئلا سوختی ارزان‌تر از ایران دارد.
اما قیمت بنزین در عربستان تقریبا دو برابر ایران، بنزین اسرائیل گرانترین در منطقه، در نروژ با ذخایر بزرگ انرژی قیمت بنزین نزدیک 2 دلار و گرانترین سوخت جهان در هنگ کنگ کمی بیش از 2 دلار است. ایران کشوری با منابع عظیم نفت است و همین خاطر بسیاری بالا رفتن قیمت فرآورده‌های نفتی مانند بنزین را نماد بی‌عدالتی می‌دانند. اما تحقیقات نشان می‌دهند که ارزانی سوخت لزوماً توانایی خرید مردم را بالا نمی‌برد. این قیمت بنزین در ایران و این قیمت در نروژ که نزدیک به 7 برابر ایران است. با اینکه بنزین در ایران ارزان‌تر است، سهمش در سبد هزینه ایرانی‌ها در مقایسه با نروژی‌ها بزرگتر است. سطح درآمد خیلی خیلی از نروژ کمتره و ایران نمیتواند تا سطح نروژ در واقعی کردن قیمت‌ها پیش بره، مگر اینکه راه‌هایی رو که بعضی از کارشناسان ایرانی پیش بینی کردن یا پیشنهاد کردن ما اونها رو در نظر بگیریم. به این معنی که سهم بنزین به صورت مساوی در اختیار تک تک افراد مردم قرار بگیره و بعد کسانی که و قیمت‌ها واقعی بشه و بعد کسانی که بخواهند اراده داشته باشند بتوانند این سهم خودشون رو، سهمیه خودشون از بنزین رو به صورت عادی با قیمت عادی به اونهایی که نیاز دارن، طبقات ثروتمند، این سهم رو بفروشن. دولت در حالی به پایین نگه داشتن قیمت سوخت ادامه می‌دهد که میزان پرداخت یارانه انرژی در جهان طی سال‌های اخیر تقریبا نصف شده. به نظر می‌رسد پیچیدگی‌های وضعیت ایران شرایط این کشور را متفاوت کرده. شرایطی که هم ادامه‌اش هزینه بر است و هم مسیر تغییرش می‌تواند در کوتاه مدت پر پیچ و خم باشد. شیدا هوشمندی، BBC. فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه اقتصاد از یورک بریتانیا همراه ماست و علی دادپی، استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز از شهر آستین در تگزاس آمریکا همراه ماست. آقای دادپی، از شما میخوام شروع کنم که ببینم نظرتون چه هست. بنزین باید آزاد بشه یا به نوعی دولت بهش سوبسید بده؟ با سلام و شب بخیر خدمت شما و بینندگان محترم و گرامی. خیلی سخت هست درباره قیمت کالای اساسی مثل بنزین حرف زدن، چون خیلی از بینندگان الان فکر میکنند که به نوعی قراره به رنج‌ها و هزینه‌هاشون اضافه بشه، ولی واقعیت ماجرا اینه که بنزین باید آزاد بشه. هزینه‌های جانبی که جامعه ما برای تکنیکی نگه داشتن بنزین و برای بنزین به این ارزان قیمتی میپردازه آنقدر زیاد هست، چه در هزینه‌های ترافیک، آلودگی محیط زیست، خدمات درمانی که در نتیجه بیماری های ناشی از این آلودگی های هوایی ایجاد میشه و تورم جانفرسایی که مردم دارن تحمل میکنن، که ما باید قبول کنیم که اگر بنزین رو آزاد نکنیم هزینه های به مراتب بیشتری رو پرداخت خواهیم کرد. ما همین الان از طریق تورم داریم هزینه این سیاست غلط رو میپردازیم. من میخوام آقای گوهردانی رو بیارم وارد بحث کنم. آقای گوهردانی، شما اون ور مرز ایستادید، معتقد که بالاخره یک نوع سوبسیدی باید داده بشه. اما آقای دادپی هم اشاره کردن، الان در گزارش شیدا هم شنیدیم 100 میلیارد تومان از سوبسیدی که به بنزین داده میشه به دهک بالای جامعه است. اون بخشی که به دهک پایین میرسه در حقیقت حدود 10 میلیارد تومان هست در روز. این بسیار رقم پایینی هست، خودش داره بی‌عدالتی میاره. بله، مسئله اساسی اینه که وقتی که مسئله دوران گذاره، از مرحله دادن سوبسید به مرحله اصلاحات در نظام قیمتی، این مرحله گذار رو چجوری باید طی کرد؟ اقتصاد ایران و جامعه ایران وضعیت نرمالی رو الان داره طی نمی کنه. در این وضعیت یه شوک جدید قیمتی به یک کالای بنیادین اساسی که در سطح عمومی قیمت‌ها رو تأثیر میذاره و در انتظارات تورمی که الان جامعه ایران بهش دوچاره، یک مسابقه قیمتی بین سطح عمومی قیمت‌ها و مزدها و دستمزدها و حقوق‌ها ایجاد می‌کنه. این فشار یک شوک جدید و یک فشار جدیدی به اقتصاد ایران. ولی اون اینکه اصلاحات در نظام قیمت‌ها باید صورت بگیره در کنار اصلاحات سیستم بانکی و اصلاحات در سیاست خارجی، این اجتناب ناپذیر هست. ولی وضعیت فعلی جامعه ایران که در وضعیت بحرانی و تحت تحریم ها هست،
آماده چنین اصلاحاتی نیست. این مثل این میمونه که شما مریضی رو که دچار جراحت‌های بنیادین هست بخواید یه شوک جدید هم بهش وارد بکنید. بنابراین بحث اساسی نه عدالت هست نه تولید و اسراف در منابع. بحث اساسی بحران معیشتی و بحران مشروعیتی هست که جامعه ایران دچارش هست و ما باید این پرداخت سوبسید رو به صورت یک منطق درونزا در جامعه ایران بوده، با اینکه چون حکومت‌ها دارای مشروعیت تام و تمام نبودن، این هزینه‌ای بوده که دولت میپرداخته برای اینکه مردم رو راضی نگه داره. دقیقاً. بذارید آقای دادپی رو هم وارد بحث بکنم، چون میدونم که اینجا جایی هست که شما خیلی اختلاف نظر دارین. آقای دادپی، به نظر شما این هزینه‌ای هست که دولت حداقل در کوتاه مدت تا زمانی که تحریم‌ها برداشته بشه باید بپردازه؟ نه ببینید، من اصلا با این حرف موافق نیستم. برای اینکه برخلاف دوست دانشمندم که اشاره کردند و درست هم گفتند، ایران دچار بیماری‌ها و زخم‌های بنیادی هست اقتصاد ایران، ولیکن یارانه بنزین اون سرومی نیستش که به این اقتصاد وصل شده، اون خونیه که داره از این اقتصاد میره، زخم سربازیه که دهه هاست داره ازش لیتر لیتر خون میره و اقتصاد ما رو ضعیفتر و مریضتر کرده و من فکر نمی کنم که ما بحثی برای فقدان اراده سیاسی. اما آقای دادپی، در حالی که خیابان‌ها، در همین برنامه الان خواهیم رفت دوباره به خوزستان در مورد حرفای کارگران خوزستان، در گوشه گوشه ایران وضعیت همونطور که آقای گوهردانی هم اشاره کردن بحث مشروعیت وجود داره، مشکلاتی که به اون برمیگرده. اجازه بدید یه لحظه ببخشید، من اصلا وارد بحث مشروعیتش نمیشم چون یک بحثی هستش که به بحث اقتصادی مربوط نمیشه الان، ولی واقعیت ماجرا اینه که خود شما دارید اشاره میکنید ما در جای کشور با انباشته شدن هزینه اشتباهات اقتصادی مواجه هستیم، از بیکاری کارگران تا رکود در پروژه ها تا افزایش هزینه سرسام‌آور مبادلات، و ما باید بپذیریم که در مبادلات اقتصادی، در تصمیم گیری اقتصادی، سیگنال قیمتی مهمه. تا وقتی که این سیگنال ها اصلاح نشدند، کل جامعه اون منطقه درونزا و اون تصمیم گیری درست رو نخواهد پذیرفت. ما همین الان یکی از استدلال هایی که در مخالفت با حذف یارانه بنزین صورت میگیره فقدان حمل و نقل عمومیه. بزرگترین پروژه هایی که در شهر تهران انجام شده ساخت بزرگراه بوده، نه ساخت هم و نقل عمومی، نه ساخت مترو، نه ساخت. اما آقای دادپی، من چیزی که متوجه نمیشم اینه که خب همه این چیزایی که میگید اصلاح یک نظام اقتصادی که انقدر راه غلط رفته، به گفته آقای گوهردانی یک شبه اتفاق نمیفته، دوران گذار میخواد و ما الان در دوران گذار هستیم. شما تصور نمیکنید که اگه یک شب بیان بگن باشه شما بنزین میره بالا، اون کسی که شغل دومش بنزین رانندگی میکنه به عنوان شیفت دوم معیشتش رو از دست میده، چرخه بسیار بزرگی از آدم‌ها در ایران تحت تاثیر قرار میگیره. ولیکن یه چیزی که هست اینه که ما به بهانه دوران گذار رو متوقف کردیم. ما در گذار نیستیم، ما کسی هستیم که بعضی از ته چایی که همینجور پایین تر میره بالا بیاد، و چون میگیم بالا رفتن از دیوار سخته، یه خوره دیگه همینجا بمونیم. من کاملا با شما موافقم، پولوهوش یارانه بنزین اقتصاد زیرزمینی شکل گرفته، از شغل دوم، از قاچاق سوخت، از همه اینها، و همه اینها به خاطر اینه که اون سرمایه جامعه، سرمایه اجتماعی، مادی، فیزیکی، انسانی، به جای اینکه صرف پروژه های با بازده بشه، صرف کارهای مولد بشه، به خاطر این یارانه داره صرف کارهای کم بازده میشه. همون فردی که شغل دومش مسافرکشی هست، اگر سیستم قیمتی جامعه اصلاح شده باشه، میتونه به عنوان شغل دوم در یک کار بسیار پردرآمدتری کار کنه. بسیار سپاسگزارم، نکته حرفتون رو گرفتم آقای دادپی. لطف کنید فرصت رو بدم به آقای گوهردانی. نظر شما چه هست؟ بحث اساسی اینه که ما یک شکافی وجود داره بین افزایش قیمت ها. افزایش قیمت ها آنی هست، ولی افزایش دستمزدها و حقوقها با تأخیر صورت میگیره، وقفه‌ای وجود داره. الان مثلا با تحولاتی در قیمت ارز صورت میگیره، 80% قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، ولی هنوز حقوقها و دستمزدها ترمیم نشده و حتی حقوقهای دولتی هم به سال بعد محول شده. بنابراین این شکاف بین تأخیری که وجود داره بین افزایش آنی قیمتها که با توجه به انتظارات قیمتی، این باعث میشه که این یک دور تورمی جدیدی رو اضافه میکنه. یعنی قیمت ها به صورت آنی اضافه میشن در حالی که حقوق ها به صورت ادواری اضافه میشن.
تا وقتی شما سیستم تامین اجتماعی نداشته باشید که این فشارهای عدیده اینی که به مردم، چون این به صورت آنی به افزایش قیمتها منجر میشه برای مردم عادی، افزایش قیمت تاکسی، هزینه های حمل نقل. دقیقا به نکته جالبی اشاره کردین آقای گوهردانی. مردم حتی قادر نخواهند بود که زندگی عادیشون تامین کنن. مردم عادی، ما باید مردم رو صورت سرمایه انسانی ببینیم. دقیقا نکته جالبی اشاره کردن، چون میخوام حرفای مردم رو بشنویم قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم. ببینیم نظر مخاطبانی که حداقل برای ما پیامشون رو فرستادن چی. البته اینو بگیم که سوالی که ما پرسیدیم این بوده که درباره صحبت‌های آقای روحانی و چند نرخی شدن قیمت سوخت چه فکر میکنن؟ من به عنوان کسی که تقریبا خیلی از کشورهای دنیا رو دیدم همچنین چیزی ندیدم. بله، قیمت‌های بنزین توی کشور مختلف به دلایل مختلف یه جزئی بالا پایین میره، ولی اینجور نیست که تعطیلی‌های یک نرخی داشته باشه روزای عادی یکی دیگه. حالا آمدیم اینجور باشه، آقای روحانی خب تحقیق کردن، جایی پیدا کردن، کشوری پیدا کردن اینجوری بود. خب اون کشورها که معلمانشون رو تیمارستان نمیفرستن، کارگرارشون حقوقاشون رو به موقع میدن، زندانیشون هم نمیکنن، محیطبانان رو که نه به خودکشی وادار میکنن نه به حبس و زندانهای طولانی مدت. شما چرا اون قسمت رو دیدین ولی قسمتهای دیگرش رو ندیدین جناب آقای روحانی؟ آقای روحانی به این فکر کردن که ما داریم توی این مملکت به ریال پول در میاریم، به تمام هزینه هامون به دلار پرداخت میشه. من با فرمایشات آقای روحانی موافقم، قیمت سوخت باید افزایش پیدا کنه تا قاچاق اون کمتر بشه و به صفر برسه، ولی قبل از اون یه سری پیش نیازهایی وجود داره. ایشون اول بیان توضیح بدن، بگن که ما چیمون شبیه بقیه دنیا میمونه که میخواد قیمت بنزین مثل بقیه دنیا باشه. اگر روز تعطیل سوخت یک نرخ هست، روز شلوغ یک نرخ دیگر، روز خلوت برای مصرف کنندگان و پر مصرف و کم مصرف همه یک نرخ هست، حقوق اونها رو هم کاش میگفت که چه حقوقی دارن دریافت میکنن. و همانند ایران، آقای روحانی در عرض یک دوره دلار 3600 تومانی رو نکرده 11 تومان. صحبت‌های بخشی از تعدادی از مخاطبان ما رو شنیدید. دقیقاً این همون بحثی است که داشتیم صحبتش رو می‌کردیم. یک نکته‌ای که خیلی بهش اشاره شد بحث سطح درآمد هست. آقای دادپی، در سطح درآمدی که مردم دارن، وقتی این سهم بزرگ از بنزین همین حالا داره از حساب‌هاشون کم میشه، اگر قیمت آزاد بشه چیزی دست مردم نمی‌مونه؟ ببینید، همین الان مردم ایران دارن 390 میلیارد تومان در روز به گروه‌های مرفه، قاچاقچیان سوخت و کشورهای همسایه رانت بنزین می‌دهند تا خودشون روزی 10 میلیارد تومان رانت بنزین دریافت کنند. یعنی ببینید، ما بایستی بیایم فقر را، سطح درآمد رو، اون چیزی که هست ببینیم. سطح درآمد پایینه چون منابع ما داره به هدر میره. منابع ما صرف مسائلی میشه که خودفریبی هست. قیمت پایین بنزین قبول، سطح درآمدها هم مشکل داره کاملا قبول، ولی که همه جای دنیا قیمتها آنی تغییر میکنه و دستمزدها با تأخیر تغییر میکنه. این چیزی که هر کسی که مبانی اقتصاد کلان برداره بهش میگن که آقا جان به خاطر این هستش که توابع اقتصادی به این شکله. بله. ولی در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمیکنه. مردم عزیز ما، این بینندگان شما هستند که دارن همین الان روزی 390 میلیارد تومان این هزینه رو پرداخت میکنن و از خودشون، از مشاغلی که میتونن با تقویت پروژه‌های عمرانی داشته باشن کم میکنن تا بنزین به این نرخ باشه. بنزینی که ببخشید هزینه‌های جانبی زیادی هم برای جامعه ما تولید کرده و آسیب پذیری جامعه ما رو به مراتب بیشتر کرده. من اصلا تعجب میکنم چرا از واژه‌ای مثل عدالت یا گنجینه استفاده میشه. صحیح. عدالت معنی رایگان بودن نیست. دقیقا. بذارید آقای گوهردانی رو وارد بحث کنم. آقای گوهردانی، مخاطبین شما دقیقا به همین نکته ارتباط سیستمی عناصر مختلف جامعه ایران با همدیگه به طور ضمنی و غیر تئوریک اشاره کردن، بدون اینکه بتونن نظریه پردازی بکنن. دقیقا نکته اساسی اینه که در یک جامعه نرمال مثل نروژ یا انگلیس یا حتی فرانسه، با اینکه اونجا هم بحران ایجاد کرد افزایش قیمت انرژی، شما میتونید دست به اصلاحات بزنید. ولی در جامعه ایران که اجماع سر اصول اولیه اداره جامعه، رابطه با غرب و مسئله مشروعیت سیاسی کل سیستم دچار مشکل هست، شما نمیتونید دست به
دست به جراحی های بزرگ اقتصادی بزنید. این باعث خواهد شد که علارغم نیت خیری که دارید و میخواید ابرو رو درست کنید، چشم رو کور بکنید و مردم رو باعث نارضایتی ها و آشوب های اجتماعی بشید، بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کنید که هزینه های اقتصادی ایجاد میکنه برای، یعنی فعالیت های اقتصادی رو مختل میکنه. اما آقای گوهردانی چطور؟ صدای فکر کنم صدای تلویزیون باز هست. اختلال اقتصادی هم شد. آقای گوهردانی، اما نکته همینه، شما جز کسانی هستید که استدلال میکنید اصلا راه دموکراسی یک بخشش اینه که، یعنی به چهار المان هر کشوری وابسته است، مشروعیت هست یک بخشش، توسعه هست و همین بحث قیمت گذاری هم یک بخشش هست. نکته اینه که اگر شالوده این ماجرا الان تعمیر نشه، الان درست نشه، 10 سال دیگه چه تضمینی وجود داره که این اتفاق بیفته در طول 4 دهه گذشته؟ شما میگید دوران گذار، میخوام بدونم این دوران گذار که تموم میشه؟ نه، دوران گذار وقتی تموم میشه که ما از همین تقابلی که آقای روحانی در صحبتهاش داشت با مخالفینش، خب این تقابل با مخالفین، تقابل با اپوزیسیون خارجی، تقابل با غرب، ما باید به یه اجماع درونی برسیم که جامعه را از این تقابلها دست برداره. چون بخش عمده هزینه هایی که الان جامعه ایران پرزه به خاطر افزایش قیمت، به خاطر ثابت نگهداشتن قیمت انرژی نیست، به خاطر ارتباط با غرب هست که ایشون میگه که ما 20% هزینه هایی که الان داریم میپردازیم به خاطر اینکه معاهده های بین المللی رو امضا نمیکنیم، در حالی که کسی دیگه میتونه بگه که بخش عمده از هزینه ها و تورمی که جامعه ایران دچارشه و رکودی که دچارشه به خاطر مشکلات سیاسی که ما با اقتصاد جهانی و نظم جهانی داریم. پس بنابراین تا وقتی ما اون بنیان ها رو که بحث بحران مشروعیت حل هست رو حل نکنیم، نمیتونیم بحران رشد رو حل کنیم. مشکل من با نگاه سنتی اقتصادی که بحث رشد رو فقط میپردازه، بحث اسراف رو میپردازه یا بحث محیط زیست رو میپردازه، که این ارتباط بین بحران مشروعیت، بحران توسعه، بحران رشد و بحران معیشتی رو با هم به صورت یک سیستم نمیبینن. چرا یک اقتصاددان بزرگی مثل ویلیامسون که توی اقتصاددان نهادی هست میگه ما مسائل اقتصادی باید در 4 سطح مطالعه کنیم، در سطح قیمت ها، در سطح مدیریت شرکت ها، در سطح نهادی و در سطح ذهن. این 4 سطح رو ما باید با هم به صورت ترکیب نگاه کنیم و یه اجماع اجتماعی ایجاد کنیم. حتی در مسئله اصلاح قیمت انرژی هم ما باید اجماع ایجاد کنیم در مقابل. بله آقای گوهردانی، صحیح، من حرفتون متوجه شدم، میخوام فقط یه فرصت 30 ثانیه‌ای با آقای دادپی برم پاسخ بدن. من خیلی معذرت میخوام. ببینید، حساب تاجران ونیزی منتظر نبودن که گرد بودن زمین توسط داوینچی ارائه بشه و پذیرفته بشه و بعد خودشون از ورشکستگی نجات بدن. مسائل اقتصادی ما مسائلی هستن که الان به راه حل احتیاج دارن و ایجاد و قطعا این سری پیش‌فرض‌ها و پیش‌شرط‌ها هم براشون لازمه. ولی مواردی که جناب گوهردانی میفرمایند مثل اینه که ما اصلا راه حلی رو شروع نکنیم و منتظر باشیم که همه کائنات با هم جمع بشن تا ما بلکه بتونیم قیمت بنزین رو درست کنیم. من هم به رابطه سیستماتیک معتقدم، من هم با ادبیات نهادگرایانه که ایشون ذکر کردن آشنا هستم، ولی متاسفانه اینها فقط به تاخیر انداختن راه حله و الان دیگه ما وقت نداریم. ما باید این راه حل ها رو الان حداقل قبول کنیم قبل از اینکه نهادهای اجتماعیمون هزینه های بیشتری رو بپردازن. سپاسگزار از هر دوی شما، علی دادپی استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز همراه ما و فرهاد گوهردانی پژوهشگر توسعه اقتصاد از یورک. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید انتظار دارد سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 3 هفته دیگر، اجرایی شود. فدریکا موگرینی میگوید هدف از تأسیس این کانال مالی این است که مبادلات تجاری به گفته او مشروع با ایران حفظ شود. خانم موگرینی در حاشیه دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا صحبت میکرد. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، اروپا برای تسهیل پرداخت پول اقلام صادراتی ایران در پی ایجاد این ساز و کار بوده. با این حال خودداری کشورهای اتحادیه اروپا از میزبانی این کانال مالی ایجاد آن را به تأخیر انداخته.
بانک مرکزی ایران میگوید متوسط قیمت خانه در تهران در آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال بیش از 90% رشد داشت و اساس این گزارش تعداد معامله ها هم نصف پارسال است. همزمان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید قیمت مسکن در منطقه 9 تهران 111% رشد داشته و اساس این گزارش رشد قیمت از نیمه شمالی شهر تهران به نیمه جنوبی گسترش پیدا کرده. اولین پیمان مهاجرت ایمن در مراکش و با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور امضا شد. این پیمان از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما نخستین سند بین‌المللی در مدیریت مهاجرت است. این پیمان 23 هدف تعریف کرده تا مهاجرت قانونی را تسهیل و با مهاجرت غیرقانونی مقابله کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر موقت ارمنستان در انتخابات زودهنگام پارلمانی پیروز شد. آقای پاشینیان در 7 ماه گذشته هدایت انقلابی مسالمت‌آمیز در ارمنستان را به عهده داشت و نتیجه انتخابات نشان می‌دهد که بیش از 70% آرا را به دست آورده. مشارکت رای دهندگان در این انتخابات 49% گزارش شد. آقای پاشینیان با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان ارمنستان وعده داده که برنامه‌هایی برای اصلاحات اقتصادی و مقابله با فساد اجرا کند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا رأی‌گیری پیشنویس طرح خروج از اتحادیه اروپا را عقب انداخت. قرار بود پارلمان فردا شب درباره این طرح رأی‌گیری کند، اما این طرح حامی زیادی در پارلمان نداشت. قرار است خانم می به بروکسل برود و با مقام‌های اتحادیه اروپا گفتگو کند. امروز دادگاه عالی اروپا حکم داد که بریتانیا می تواند حتی بدون توافق همه اعضای اتحادیه اروپا برنامه خروجش از این اتحادیه را لغو کند و در آن باقی بماند. کسرا ناجی خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا به ما پیوسته. کسرا، اتحادیه اروپا دقایقی پیش اعلام کرد که به هیچ وجه حاضر نیست که درباره پیشنویس برگزیت با بریتانیا مذاکره بکنه. از طرفی در داخل مجلس صدای اعتراض به شدت بلنده و میگن که به این پیشنویس رأی نمیدن و حتی ممکنه که خانم می رو استیضاح بکنن در پیش یا به نوعی باید کنارگیری بکنه. خانم می راه حلی داره برای برور نفت از این بحران؟ خیلی سخته گفتنش واقعا این که خانم می چه میتونه بکنه. امروز همونطوری که گفتی خانم می زیر فشار تصمیم گرفت که رأی گیری فردا شب اینجا رو به تعویق بندازه، چون میدونست که اگر این توافقی که او با اروپا به دست آورده به رأی گذاشته بشه اینجا، این رأی گیری با اکثریت بزرگی علیه او خواهد بود، شکست بزرگی او خواهد داشت. برای همین این رو به عقب انداخته با این بهانه که من میتونم دوباره به اروپا برم، به کشورهای اروپایی برم، با رهبران اتحادیه اروپا صحبت کنم، شاید توافق بهتری به دست بیارم. معلوم نیست بنابراین چقدر داره به خودش وقت میده، وقتی چقدر تونسته زمان بخره برای این کار. به هر حال به نظر نمیرسه که پارلمان اینجا چندان دلگرم شده باشه، برای اینکه خیلی ها اینجا اولا مخالف بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا هستن. خیلی هاشون میخوان که اصلا بریتانیا بکنه بدون توافق اصلا خارج بشه. خیلی ها اصلا این توافق بینابینی خانم می رو نتونستن قبول کنن و قبول نمی کنن. بنابراین سخت گفتنش. این گوشه ای از صحبتهای خانم می امروز در همین جا در پارلمان. تا کنون 3 روز درباره توافق برگزیت گفتگو داشتیم، در مورد تعیین شرایط خروج از اتحادیه اروپا و بیانیه سیاسی درباره آینده روابط ما با این اتحادیه پس از ترک آن. من به دقت به همه بحث‌هایی که در این اتاق و خارج از آن مطرح شد گوش کردم. حرف‌هایی که از طرف تمام گروه‌ها مطرح شد، از آنچه شنیدم کاملا مشخص است که در عین حالی که بخش‌های زیادی از این طرح حامیان زیادی هم دارد، تنها در یک مورد، آن هم بحث ایرلند شمالی است که نگرانی‌های زیادی وجود دارد. به همین دلیل اگر رأی‌گیری را طبق برنامه فردا انجام می‌دادیم این طرح رد می‌شد. بنابراین رأی‌گیری را به تعویق می‌اندازیم تا بیش از این بین اعضای پارلمان اختلاف نیفتد.
بعضی از احزاب سیاسی اینجا از جمله حزب ملی اسکاتلند میخوان که با حزب کارگر ائتلافی تشکیل بدن، یک رأی عدم اعتماد به خانم می یا دولت او رو در دستور کار قرار بدن، چیزی که هنوز جرمی کوربین رهبر اپوزیسیون پاسخش رو نداده. آقای کوربین امروز اما در پاسخ به خانم می اینجا صحبت از این کرد که توافقی که او تونسته به دست بیاره با اروپا توافق بدیست برای بریتانیا، برای اقتصاد بریتانیا، برای دموکراسی به قول او، و گفته که اگر قراره که خانم می برگرده باید برگرده به اروپا برای مذاکرات بیشتر، باید با مأموریت تازه‌ای از طرف پارلمان این کار رو بکنه، وگرنه او باید بره. این گوشه ای از صحبت های جرمی کوربین، رهبر اپوزیسیون، رهبر حزب کارگر. People are in despair at the state of these failed negotiations and concerned. مردم به خاطر وضعیت این مذاکرات شکست خورده ناامید شدن. اونا نگران وضعیت شغلی، معیشتی و در کل وضعیت عمومیشون هستن. مسئولیت این اتفاق کاملا بر عهده این دولت بی حساب و کتابه. نخست وزیر داره آخرین تلاشش رو برای نجات این طرح میکنه. اگه از عهده این کار بر نیاد، لازمه که تغییرات اساسی انجام بشه. اون موقع باید راه رو برای کسایی که میتونن از عهده این کار بر بیان باز کنه. Then she must make way. هنوز روشن نیست که واقعا چه خواهد شد. آیا خانم می تونسته زمان بیشتری بخره، یا اینکه احزاب مخالف خواهند توانست یک به اصطلاح رأی عدم اعتماد رو علیه خانم می در دستور کار قرار بدن، که بعدش صحبت از این خواهد بود که آیا ما انتخابات در پی خواهیم داشت، دولت سرنگون خواهد شد، یا اینکه یک رفراندوم دومی در راه خواهد بود. آنچه که روشنه اینکه اروپا حوصله مذاکره بیشتر رو نداره، میگه مذاکرات تمام شدن. دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگه برای روز پنجشنبه کنفرانس سران اروپا برگزار خواهد شد، نه در مورد مذاکره کردن در این باره، بلکه درباره اینکه چگونه میتونن کمک کنن بریتانیا این توافقی رو که به دست آورده به تصویب برسونه. و آقای توسک میگه که حاضریم همچنین درباره آمادگیمون برای خروج بریتانیا بدون توافق هم گفتگو کنیم. متشکرم کسرا ناجی، خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن. در ادامه 60 دقیقه جایزه صلح نوبل امسال برای فعالان مبارزه با خشونت جنسی. کوچه مسی کوچک و خانواده اش به کابل از ترس طالبان. کارگران شرکت فولاد اهواز در 31مین روز اعتراضهایشان با پوشیدن کفن جلوی دفتر نماینده رهبر ایران در استان خوزستان تجمع کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از معترضان خیابان مقابل دفتر محمدعلی موسوی جزایری را مسدود کردند. این 23مین تجمع کارگران فولاد در مقابل مراکز دولتی استان خوزستان است. مریم افشنگ و جزئیات بیشتر. میگویند محال است تن به ذلت دهند. کارگران فولاد اهواز یک ماه است که معترضند. امروز کفن پوش در مقابل دفتر نماینده رهبر ایران در استان خوزستان تجمع کردند. روزهای گذشته در مقابل نهادهای مختلف دولتی از جمله استانداری خوزستان تجمع کرده بودند. پیشتر هم به بازار رفته و از بازاریان طلب حمایت کرده بودند. میگویند کارخانه نسبت به مطالباتشان بی تفاوت است. از جمله خواهان پرداخت به موقع دستمزدها هستند. فروش مستمر محصولات را میخواهند. میگویند مالکیت مجتمع باید به دولت برگردد و همچنین خواستار حل مشکلات بیمه کارگران هستند. روز گذشته گفته شده بود که حقوق معوقه 2 ماه از 3 ماه به طور کامل پرداخت شده. اما حتی پرداخت حقوق معوقه هم اعتراضات را کم نکرد. پیشتر استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرده بود که با از سر گرفته شدن تولید از سوی کارگران، فولاد اهواز به سمت سودآوری هدایت شود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان هم اعلام کرده گروه ملی فولاد ایران به طور موقت امکان فروش 100% محصولات تولیدی خود به صورت آزاد را دارد و از فروش محصولات تولیدی خود در بورس معاف شده است. نصر من الله و فرحان غریب هر فرین دولت مردم غریب. در روزهای گذشته مسئولان استان خوزستان وعده‌هایی دادند، اما کارگران معترض می‌گویند ما منتظر تأمین امنیت شغلی هستیم. ببینید میله گرد از شهرهای دیگه داره میاد، میره عراق. این تصاویری است که یکی از بینندگان بی بی سی برای ما فرستاده از جاده‌ای منتهی به عراق. سلام آقا، این میله گرد کجاست؟ کاشان. کاشان. از کاشان تا اینجا آوردید. بعد کارخونه اینا روبروت گروه ملی میلگرد انواع اقسام سازهای مختلف میزنه. ولی خوابوندنش. چرا؟ چون مافیا نمیذاره این کارخونه کار بکنه. میلگرد شاید یکی از ده ها مشکلی باشد که کارگران معترض از جمله کارگران فولاد اهواز با آن مواجهند. مریم افشنگ، بی بی سی. ما تصاویر زنده ای داریم از گفتگوی زنده تلویزیونی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه. همانطور که انتظار می رفت، آقای مکرون بعد از دیدار با رهبران اصناف و اتحادیه ها این سخنرانی رو انجام میده. تا اینجای کار آقای مکرون گفته که می دونه که بعضی از حرف هاش احساسات عده ای رو آزرده و گفت که خشمی که بعضی از معترضان نشون داد، خشم عمیق و از دید او مشروعی. آقای مکرون در حال سخنرانی است، در تلاش برای آرام کردن اعتراضاتی که نزدیک به 4 هفته پاریس رو درگیر خودش کرده، اعتراضاتی که منجر به خشونت شده و هزاران نفر در پیش بازداشت شدند. دقیقا رانا، موضوع اینه که حتی قبل از اینکه آقای مکرون بیاد در مقابل دوربین تلویزیون ها قرار بگیره و بخواد در این مورد صحبت کنه، جلیق زردها گفته بودن که به هر حال که هر حرفی او بزنه به تظاهراتشون ادامه میدن. اما به نظر میاد که آقای مکرون تلاش داره در این سخنرانی قانع کنه فرانسوی ها رو که کاری از دست او برمیاد. گفته که حداقل حقوق رو افزایش میده. درسته که اعتراض ها از این شروع شد که قیمت سوخت با مالیات سوخت بالا رفته بود، طرحی که آقای مکرون اول گفت 6 ماه عقب میندازه و بعد به کلی منتفی کرد. حالا به نظر میاد از خیلی از سیاست های اقتصادی که پیشتر روشون پافشاری میکرد، میگفت لازمه برای اینکه فرانسه نظامش تغییر کنه، پافشاری ازشون عقب میشینه. از جمله اینکه تا الان گفته که سقف اسخایی میکنم کف حقوق رو بالا میبره و همینطور بخشی از مالیات ها رو حذف میکنه. اینا طرحی بود که قول داده بود با سیاست هایش بود که تلاش میکرد هزینه های دولت رو کوچیک بکنه. دقیقاً قول های انتخاباتیش در حقیقت داره برعکس میشه. حالا در بخش بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. احمد رضا دالوند، طراح گرافیک و تصویرگر ایرانی، پس از یک دوره بیماری در 60 سالگی درگذشت. آقای دالوند فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و از شاگردان مرتضی ممیز بود. او فعالیت مطبوعاتیش را از دهه 60 خورشیدی آغاز کرد و در نشریاتی چون آدینه، دنیای سخن، ایران فردا و مجله فیلم هم همکاری داشت. با آغاز انتشار روزنامه جامعه در اواخر سال 76، آقای دالوند مدیر هنری این روزنامه شد. مانا نیستانی کارتونیست و طراح از پاریس با ماست. آقای نیستانی، بسیاری آقای دالوند رو مغز متفکر تحول در مطبوعات دهه 70 در ایران میدونند، معتقدند که او چهره مطبوعات رو تغییر داد. علتش چی؟ سلام عرض میکنم. ضمن ابراز تأسف برای این خسران از دست دادن احمد رضای دالوند، خب به هر حال اثر من شمس از تأثیری که دالوند گذاشت در مطبوعاتی که چندان به تغییر و تحول در نظر ظاهر و قیافه و چهره عادت نداشتند. در اواخر دهه 70 دوره اصلاحات با روزنامه جامعه و نشریاتی از این قبیل حرکتی که کرد بسیار تاثیرگذار بود. لااقل به عنوان کارتونیست، کسی که کارش حرفش طراحی کارتون هست، یکی از دین هایی که ما کارتونیست ها داریم به احمد رضا دالوند
اینه که کارتون و کاریکاتور مطبوعاتی رو تبدیل ستاره نیمتای اول صفحه اول در واقع روزنامه ها کرد، یه نقش تازه‌ای به کارتون و کاریکاتور داد و سریعاً کارهایی که کرد، حرکاتی که کرد مورد تقلید قرار گرفت. یعنی خیلی از روزنامه ها به تقلید از جامعه که از نظر سر و شکل و قیافه خیلی موثر بود و خیلی تاثیرگذار بود تقلید کردن و همون راه را رفتند. حالا هرچند احمد رضا صدایق خودش رو در زمینه کارتون و کاریکاتور داشت و شاید شکلی از کارتون و کاریکاتور رو ترجیح میداد، نوع نخبه گراتر و فرهیخته تر رو به کارتون مطبوعاتی رایج، ولی اون شکل از تصویر رو که میپسندید خیلی خوب به کار میبرد و در بهترین شکل و حالت مورد انتظار به کار میبرد. گفته میشه مطالب زیادی راجع به آقای داروند نوشته شده، گفته میشه که سالهای آخر زندگی سالهای دشواری برای او بوده. من سال هاست که در ایران نبودم. من هم مثل شما از دوستان شنیدم. فکر کنم زندگی کردن در ایران کار راحتی نباشه، چه از نظر اقتصادی به عنوان آرتیست و هنرمند و به عنوان سایر حرف دیگه از این قبیل. احتمالاً ایشون هم دچار همین سختی ها و مشکل ها بوده، به اضافه اینکه با بیماری قند دست پنجه نرم میکرده و با همه مشکلات شخصی که داشته. ولی خب معمولاً باید یه اتفاقی برای کسی پیش بیاد، بلایی سرش بیاد، به مرحله خیلی حاد برسه تا همه خبردار بشن یا به یادش بیفتند. آقای نیستانی، آیا در نسل بعدی کسی رو میبینید که بتونه جای خالی آقای داروند رو در مطبوعات ایران پر کنه؟ حتما چنین هست، نیاز به نظر و پیدا کردن من نیست. میدونید این که خود من شخصا با آقای داروند خیلی نوستالژی دارم یا نگاه تحسین برانگیز دارم، برای اینکه من در 15-16 سالگی وقتی کارم رو شروع کردم، ایشون به نوعی الگو و نوعی الهام بخش، یکی از الگوها و الهام بخش رو بود، واقعا به عنوان تصویرساز، به عنوان کسی که طراحی‌های نشریه آدینه رو انجام میداد به شکل خیلی عادی. حتما هر نسلی برای خودش کسانی از این قبیل داره، اینو باید نسل بعد نظر بده راجع بهش. متشکرم. مانان استانی کارتونیست و طراح از پاریس. نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ناقضان حقوق بشر در این کشور همچنان از معافیت از مجازات برخوردارند. ریچارد بنت میگوید جنگ و ناامنی نقض حقوق بشر در افغانستان را بیشتر کرده. شعیب شریفی همکار ما در کابل در مصاحبه با آقای بنت به مناسبت 70مین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره راه حل های تامین حقوق بشر در افغانستان پرسیده. I could do this in two ways. فکر میکنم باید به دو موضوع اشاره کنم، کار عملی و ذهنیت عامه. در مورد ذهنیت عامه باید گفت که هنوز هم در افغانستان در مورد حقوق بشر سوء تفاهم زیادی وجود دارد. در مناطق دوردست مردم در مورد حقوق بشر اصلا معلومات ندارند. اگر دقیق بگویم افزایش نقض حقوق بشر با جنگ مرتبط است. نخست ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق زندگی است، اما تعداد زیادی از افغانهای بیگناه زندگیشان را از دست دادند. دوم نقض جدی حقوق سیاسی و مدنی صورت می گیرد و شمول شکنجه و بدرفتاری. اما در این بخش شاهد پیشرفت هایی نیز بوده ایم. می توان به نگرانی ها در مورد حقوق زنان و برابری جنسیتی هم اشاره کنم. بر اساس گزارش های شما، طرف های درگیر باعث کشته شدن غیر نظامیان می شوند. آیا شما برخی از این رویدادها را به عنوان جرایم جنگی شناسایی و ثبت می کنید؟ ما آمار تلفات غیر نظامیان را تنها به خاطر ثبت آمار نظارت نمی کنیم. هرچند در اختیار داشتن ارقام دقیق رویدادهای غم‌انگیز تلفات غیر نظامیان مهم است، ولی در واقع از این آمار به خاطر دادخواهی برای تغییر این وضعیت استفاده می شود. با توجه به نقص حقوق بشر که در دهه 90 رخ داد، مردم انتظار داشتند که حکومت با حمایت سازمان ملل متحد روز متهمین را به میز محاکمه بکشاند، ولی این کار انجام نشد و در 18 سال گذشته غیر نظامیان یک بار دیگر از طرفهای درگیر آسیب دیدند. یعنی حالا اگر صلح هم تأمین شود، عدالت انتقالی قربانی خواهد شد.
من فکر میکنم که متاسفانه تطبیق عدالت انتقالی زمانگیر است. ما در کشورهای دیگر شاهد بودیم که عدالت انتقالی ده‌ها سال را در بر گرفت و نسل‌ها منتظر ماندند، ولی سرانجام تأمین عدالت را دیدند. به گونه مثال در کامبوج محاکم هنوز هم جرایمی را بررسی می‌کنند که در دهه 70 میلادی رخ دادند. تا زمانی که در افغانستان جنگ جریان داشته باشد، اجرای این گونه عدالت کار دشواری خواهد بود، زیرا مردم آماده نیستند. مردم خود را مسئول احساس نمی‌کنند. 10 سال قبل زمانی که امنیت بهتر بود تلاش هایی صورت گرفت، اما با تشدید جنگ و تصویب و عملی شدن قانون مصالحه ملی افغانستان در سال 2009 کار پیگیری عدالت انتقالی بیشتر دشوار شد. امروز جایزه صلح نوبل مشترکاً به 2 فعال حقوق بشر از آفریقا و خاورمیانه داده شد. یکی قربانی خشونت جنسی داعش و دیگری رهبر مبارزه با خشونت جنسی در جنگ. کمیته اهدای جایزه صلح نوبل نادیا مراد دختر ایزدی و دکتر دنیس موگوکه متخصص زنان از کنگو را به خاطر تبدیل موضوع خشونت جنسی به ابزاری برای مبارزه با آن برنده امسال این جایزه اعلام کرد. نادیا مراد از دختران ایزدی است که 4 سال پیش توسط داعش به بردگی جنسی کشیده شد و پس از رهایی ساکت ننشست. جیار گل گزارش می‌دهد. داستان او قصه شجاعت در اوج بی‌رحمی و قساوت. نادیا مراد امروز جایزه صلح نوبل را در مراسمی در اسلو در پایتخت نروژ دریافت کرد. او پیش از دریافت جایزه‌اش خواهان پایان ظلم به ایزدی‌ها و اجرای عدالت شد. آنهایی که به ما ایزدی ها ظلم کردند حساب پس ندادند، حتی آنانی که بیش از داعش به ما ظلم کردند. تا به امروز حتی یک عضو داعش برای ظلم به ایزدی ها دادگاهی نشده. ما شاهد اجرای عدالت نبودیم. اگر عدالت اجرا نشود، در آینده گروه های دیگر هم ظهور خواهند کرد و به ما ظلم خواهند کرد. 4 سال پیش داعش نادیا مراد و هزاران زن ایزدی دیگر را به بردگی کشان. انها داعش نهایتا ابدیه. اما نادیا مراد پس از رهایی شجاعانه مقابل چشمان بهت زده جهانیان به صدای هزاران ایزدی در بند داعش مبدل شد. او داستان تجاوزهای جنسی مکرر و فروخته شدن خودش و دیگر دختران ایزدی به عنوان برده جنسی را بارها تکرار کرد. دیگر برنده امسال جایزه صلح نوبل دکتر دنیس موکگه از کنگو است. این متخصص زنان سال هاست با خشونت جنسی در مناطق جنگی مبارزه می کند. برام بسیار مهمه که خشونت هایی را که در مناطق جنگی به زنان تحمیل میشه برجسته کنم، چون نمیشه به بهانه بیخبری دست روی دست گذاشت. معتقدم این جایزه مسئولیت جامعه جهانی در قبال زنان و کودکان در مناطق جنگی رو یادآوری میکنه. این جایزه شروعی تازه برای مبارزه با خشونت علیه زنان در جنگه. امروز کمیته بین المللی صلح نوبل در نروژ در مراسم اهدای جوایز از شجاعت و تلاش نادیا مراد و دنیس موکگه برای تبدیل کردن خشونت جنسی به ابزاری برای مبارزه با این پدیده تقدیر کرد. مبارزه مشترک این دو برنده جایزه صلح در 3 جمله خلاصه می شود. استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان سلاح در جنگ در هر شرایطی غیر قابل قبول است. استفاده از تجاوز به عنوان ابزار جنگ جنایت جنگی است. آنهایی که مرتکب جنایت جنگی می شوند باید مجازات شوند. مسئولیت متجاوزان باید پایان یابد. این پیام برندگان جایزه صلح نوبل امسال است. Shared by both Peace Prize laureates. 4 سال پس از اسارت نادیا مراد و هزاران زن ایزدی دیگر، داعش از سنجار بیرون رانده شد. هزاران زن و مرد جوان در جنگ با داعش در سنجار، سرزمین مادری ایزدی ها، کشته شدند. نادیا مراد در حال جایزه صلح نوبل را دریافت می کند که داعش، این گروه تندرو اسلامی، در آستانه نابودی کامل است. ژیار گل، BBC. فینال جنجالی کوپا
لیبرتادورس. بعد از چند روز خشونت بین هواداران دو تیم فینالیست و پلیس، سرانجام هزاران کیلومتر دورتر از آمریکای جنوبی برگزار شد. خوشحالم به تو افتاد. در مادرید حضور سنگین پلیس باعث شد تا اتفاق خاصی نیفتد، اما در پایتخت آرژانتین دردسر هنوز ادامه دارد. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. در تضادی ظریف فینال کوپا لیبرتادورس یا جام آزادی آمریکای جنوبی به پایتخت همان کشوری رفت که روزگاری اکثر این قاره مستمره اش. هواداران ریور پلات و بوکا جونیورز، دو غول فوتبال آرژانتین، برای مسابقه برگشت فینالی که بازی رفتش 2-2 مساوی شده بود به مادرید سفر کردند. 8000 نفر از بوئنوس آیرس که کوتاه‌ترین پروازش به اسپانیا 13 ساعت طول می‌کشد. خیلی های دیگر با جیب پرتر از بقیه جاهای جهان. خوشحال نیستیم. دوست داشتیم این بازی رو در بوئنوس آیرس ببینیم، جایی که بازی بهش تعلق داره. ولی خب شرایط عوض شده و هیچ چیزی جلوی عشق ما رو نمیگیره. برای همینم اومدیم مادرید تا فینال رو تماشا کنیم. ما از آمریکا به عشق ریور پلات، بهترین تیم دنیا، اومدیم. ما به این تیم باور داریم و قراره در این بازی هم برنده بشیم. ریور مثل همیشه قوی باشه. برگزار کننده های اسپانیایی برای اینکه این بار مشکلی پیش نیاد، حد اکثر توان پلیس رو به کار گرفته بودند. 3 برابر نیرویی که در شب مسابقه رئال مادرید و بارسلونا به کار گرفته میشه. مسابقه اما یک بازی تماشایی بود، جذاب و حمله‌ای. هر دو تیم می‌خواستن از هر فرصتی استفاده کنن و به دروازه حریف یورش ببرن. این بوکا جونیورز بود که گل اول رو زد. اما در ادامه ریور پلات جبران کرد. در این بازی ها قانون گل زده در خانه حریف اجرا نمیشه و به همین دلیل با 1-1 شدن نتیجه بازی به وقت اضافی رفت. در وقت اضافی ریور پلات از اخراج بازیکن حریف و 10 نفره شدن بوکا نهایت استفاده رو کرد. با گل دوم خودش رو جلو انداخت و در دقیقه 120 ضربه نهایی رو زد تا 3-1 برنده بشه و با پیروزی 5-3 مجموع قهرمان قاره. ریور با گرفتن 4th جام قهرمانی در تعداد قهرمانی به 6 عنوان بوکا هم نزدیکتر شد و البته با این جام راهی جام باشگاه‌های جهان میشه تا با قهرمان‌های قاره‌های دیگه بازی کنه. بیرون زمین اما شور و هیجان فوتبال آرژانتین ادامه داره، از خیابان‌های مادرید تا بوئنوس آیرس، جایی که هنوز هم پلیس‌های اون هنگام مسابقه این دو تیم باید در آماده باش کامل باشند. پوریا ژافره، BBC. مرتضی مشهور به مسی کوچک این روزها در کابل زندگی میکنه، کودکی که با پوشیدن یک کیسه پلاستیکی شبیه لباس تیم ملی آرژانتین مشهور شد. حالا اما حمله طالبان به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی خانواده مرتضی رو به کوچ اجباری به پایتخت واداشته. خانوادهش میگن که شهرت مرتضی هم اونها رو بیشتر به دردسر انداخته. زینب آوین خبرنگار ما در کابل به دیدن مرتضی و خانواده‌اش رفت. اینجا 20 روزی است که محل بازی مرتضی شده بعد از ترک خانه در غزنی، حیاتی که زمینش خاکی است و وسعتش کم، اما مسی کوچک با رویاهای بزرگ هر روز با دوستش در آن فوتبال بازی میکند. با لباسی که مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا برایش فرستاده با امضای روی آن. رفیقانیم مارا صدا میگمیزی مادیرم خوششه ما فوتبال را خوش درام در فتار مسیم خوش درام رقم مسی فوتبال ورشنو. مرتضی چند روزیست که دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، اما این بار به دلیل فرار از غزنی و آمدن به کابل. حمله اخیر طالبان به ولسوالی جاغوری خانواده او را مجبور به ترک زادگاه کرده. حالا این خانواده 6 نفری به دور از پدر خانواده که در غزنی مانده در یک اتاق کوچک کرایی در غرب پایتخت زندگی می کند. با کمترین امکانات. طالبان که در انگوری رسید ما آمدیم.
و فرار کردینه ساعت 8 بجه شب که از جغری که موامادی فقط قنجقیم سکالای جان کماتی یه چیز خدا آورده نتونستی اما دی پنج شب در سید آمد مندی پس یک شب در بامیان مندی پس نیج در کابول مادی نیج در کابول کمدی یک اتاق گرفتی اتاق هم 5000 کرا میدی یک اتاق یک دالیش شد یعنی امزا مسیح مادرش میگوید شهرت مرتضی برای خانواده به جز دردسر چیز دیگری نداشته. تهدید به رو بودن مرتضی و مورد تمسخر قرار گرفتن از سوی اطرافیان سبب ترس و رنجش آنها شده. پیش از اینکه طالبونم دادم و برود رو اونجا گشته شده نمتونست یا اولادهای ما در مطب رفته نمتونست. این مرتضی خود شده مطب رفته نمتونست و سوی دیگاه ما مطب نمو رفت. مطب گرفته دی. مو شو برو برو نمتونست نفر میشد که گشه خانه از مو بود از این خاطر که مگفت یا طالبو که از این خاطر که مفت مرتضی دیگه اقدر پیسه دارده نم مسی اقدر کمک کده یا اقدر پیسه داره مرتضی دو سال پیش با نشر شدن عکسش در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسید پسری 5 ساله با پلاستیک سفید آبی بر تن مشابه لباس لیونل مسی در تیم ملی آرژانتین این عکس در شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده همرسانی شد. بعد از چندین ماه انتظار، سرانجام مرتضی مسی را دید. در دیدار دوستانه تیم فوتبال بارسلونا با تیم الاهلی عربستان در قطر. دیداری که برای مرتضی بیشتر به رویا می‌ماند تا حقیقت. بعد از این ملاقات کوتاه، مرتضی دوباره به افغانستان و زادگاهش غزنی بازگشت. حالا او در آرزوی دیدار دوباره مسی است. آرزویی که معلوم نیست تحقق خواهد یافت یا نه. زینب آوین، بی بی سی، کابل. ممنون که با بی بی سی فارسی همراهید.